رفقت دوستان عزیز خانم آقای تشکر کنم از اینکه این فرصت رو یه بار دیگه در اختیار من گذاشتیم که همراه با شما باشم و در نکته که به ذهنم میرسه با شما درگیر بگذرم. قبل از هر چیزی اشتباه نازیرا رو تصحیح بکنم، من در دوران محصلین در ارتباط با کنفدراسیون دانشجویان محصلین ایرانی کار میکردم، نه دوران دانشجویی. من از اشتباه از خودمون درست کنم. از جمع ندارد خب این روزها انتخاباته، شاید قبل از هر چیز این سوال همه تو ذهن افراد هست که بالاخره چی؟ ما هم که الحمدلله که در کشوری میایم که چیزی که کم نداره انتخاباته. در طول سال یا در طول سالیان گذشته همونطور که خامنه ای هم بارها مطرح کرده، دیگر مقامات نظام جمهوری اسلامی هم بارها روش تاکید کردن، ما یکی از کشورهایی هستیم، یا نه بهتر بگم تنها کشوری هستیم که بیشترین انتخابات ها رو در طول 34 سال گذشته داشتیم که کمترین معیارهای بین‌المللی هم در اینها رعایت شده. یا اصولا قبل از اینکه انتخابات باشه انتصابات. حالا من قبل از اینکه وارد این موضوع باشم بگم، برای اینکه دوستان این موقعی سوء برداشت نشه، من همچنان معتقد به این هستم که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی معنا و مفهومی نداره. هیچ تغییری از طریق انتخابات در نظام جمهوری اسلامی صورت نخواهد گرفت. در کشور ما از طریق صندوق رأی و انتخابات تغییر تحولاتی به سمت مثبت نخواهد رفت. اصلاحات اگرچه من معتقد بهش هستم، اصلاحات اگرچه من بهش باور دارم، اگرچه بهترین راه حل رو من در اصلاحات می‌بینم، منتهی مندم متاسفانه دنیا بر رفق و مراد من یا شما و یا دیگر کسانی که خیرخواه من بگردن هستن نمیگن. یک واقعیت‌های خارج از ذهن همه ما وجود داره که این واقعیت‌ها عمل میکنه علاوه بر اینکه ما خوشمون بیاد یا نیاد. اینه که من معتقد به این نیستم که میشه از طریق صندوق رأی تغییری صورت سابقه نشون داده، گذشته دیدیم. انتخابات 88 بهترین به نظر من هم برای این مسئله بود. توجه بکنید که جرم کسایی که به زندان رفتن حتی از مقامات سابق نظام جمهوری اسلامی این بود، جرم رسمی اعلام کردن که اینها سعی میکردن از طریق انتخابات، سعی میکردن از طریق صندوق رأی، سعی میکردن به طریق به عنوان کودتای مخملی ولی فقیه رو در چارچوب قانون اساسی پاسخگو کنن. این جرم اینها بوده، رسما هم اعلام میکردن. یعنی بنابراین وقتی که به این صراحت مسئله مطرح میشه دیگه نیاز به تعیین نداره، نیاز به تفسیر نداره. خیلی ساده گفتن دیگه نمیشه گفت اینا که دارن میگن دیگه انشاءالله گربه‌ست. نه نیست، واقعیت اینه که نیست و این واقعیت بسیار بسیار دردناکه. ببینید من الان فقط اینو کوتاه بگم که به مسئله اصلی برسم. اینی که عرض میکنم خدمتتون، من معتقد به اصلاحاتم و واقعا اگر این امکان باشه در هر نقطه من مدافع اون هستم و سر فکر میکنم میبایستی اون فکر رو اون نگاه رو تقویت کرد، اما نه اینکه دنبال سراب را بیاد. ببینید 34 سال گذشته رو شما میتونید ملاحظه کنید، از روز اولی که نظام جمهوری اسلامی اومده یا از چند ماه قبل از اینکه تشکیل پیدا کنه نظام جمهوری اسلامی، یک نموداری رسم میکنیم، بعد این نمودار رو مورد تجزیه تحلیل قرار میدیم. اگر به سمت مثبت رفته، اگر به سمت اصلاحات رفته، اگر به سمت باز شدن فضا رفته، بسیار خوب. صبر میکنیم در 34 سال آینده احتمالاً مملکت ما رو به بقول معروف اصلاحات خواهد رفت و مردم ما روی شادی و نشاط رو خواهند دید. ولی اگر ملاحظه کنیم متاسفانه این نمودار رو یک همچین نتیجه نمیگیریم. ببینید در قبل از اینکه انقلاب بیروز شه، شما یادتون هست هر موقع از خمینی میپرسیدن جمهوری اسلامی چیه یا حکومت مورد نظر شما چیه، میگفت یه جمهوری مثل همین فرانسه است. بعدا این تبدیل شد به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. بعد از اون وقتی اومدن جلوتر به همین بسنده نکردن، گفتن که ولایت فقیه به کاندیداهای رأی بدید، حتی در مجلس شورای اسلامی دور اول که هنوز اسمش مجلس شورای ملی بود،
و همچنین در انتخابات ریاست جمهوری به کاندیدای باید رای میدیم که معتقد به ولایت فقیه باشه. نمیدونم دوستان یادشون هست یا نه، علارغم که بنی صدر مطرح میکرد که او خودش تئوریسین ولایت فقیه بوده، من در جای شرکت داشتم در سخنرانی که از گوش خودم از بنی صدر شنیدم، منتها همین آقای سازگارا و آقای قفاری که موقع اداره کننده رادیو ایران بودن، بنی صدر رو به محاکمه کشیده بودن از موضع حسین شریعت مداری امروز که این ضد ولایت فقیه و صلاحیت رئیس جمهوری نداره، که همون موقع اعتراضات بسیار بسیار وسیعی رو هم از آقای غلام حسین، دکتر غلام حسین شکوری وزیر آموزش پرورش که بود بگیریم تا شیخ علی تهرانی برانگیخت، در جامعه اطلاعیه رسمی دادن علیه محسن سازگارا و رادیو و اینکه چرا یک کاندید رئیس جمهوری رو به این شکل به محاکمه کشید، چون بالاخره موقع فضای بازی بود. بنابراین به اینجا که رسید شد ولایت فقیه، بعدا به همین هم بسنده نکردن، اولین رئیس جمهور منتخب خودشون رو که خمینی بهش ارادت هم داشت کنار گذاشتن و بعد در نقطه بعد شما ملاحظه کردید گفتن ولایت مطلقه فقیه. حتی وقتی همین خامنه ای اومد در نماز جمعه راجع به این موضوع صحبت کرد، خمینی به او نهیب زد، به او تو دهنی زد و گفت اصلا به ولایت مطلقه فقیه نمیشناسی، اصلا به فقه آشنا نیستی، که خامنه ای به در واقع اطلاعیه داد و عذرخواهی کرد و منظور ایشون این نبوده و بعد مطرح شده. در هر صورت خمینی رو ظاهرا بخشید، اما بحث در اینجاست که اون موقع ولایت مطلقه فقیه هم مطرح شد، چیزی که قبلا جامعه سیاسی ایران باهاش آشنا نبود و معلوم که دیگه بمانند. یه خورده که جلوتر اومدین شما ملاحظه کردین نظارت استصوابی اومد، تا قبل از اون نظارت استصوابی نبود. بعد از مرگ خمینی برای همین رفسنجانی و خامنه‌ای برای جارو کردن جناح رقیب نظارت استصوابی شورای نگهبان رو در واقع متعید قرار دادن و این امکان رو به شورای نگهبان دادن که انتخابات رو دو مرحله‌ای کنه در نظام جمهوری اسلامی، یعنی ابتدا حتی کاندیداهای خود نظام، یعنی قبلا شورای نگهبان یه فیلتری بود که مبادا یکی از بیرون وارد این بازی بشه، این ما شورای نگهبان فرصت رو پیدا کرد که تمامی کسانی که در درون خود نظام هستن اونها رو هم از فیلتر بگذرونن، یعنی اول شورای نگهبان انتخاب میکنه، بعدا مردم میتونن انتخاب بکنن از بین این کاندیداهایی که شورای نگهبان انتخاب کرده و هر بار میتونه این دایره بسیار بسیار محدودتر از بارهای قبل بشه. اینی که خب فضا محدودتر شد، ملاحظه میکنید به جای رسید که گفتن اصلا مجلس خبرگان برای تقویت رهبری تشکیل میشه و نه نظارت بر رهبری، حتی مخالفت قانون اساسی خودشون مطرح کردن و حتی مطرح کردن که مجلس خبرگان یا خبرگان رهبری در واقع رهبر رو انتخاب نمیکنن بلکه کشف میکنن، این انتخاب از طرف خداوند، از طرف نمیدونم اولیا، از طرف امام زمان صورت گرفته، اونها تنها کشفش میکنن. بنابراین وقتی که چیزی رو کشف میکنید و از بالا انتخاب شده دیگه اینکه مورد بررسی و رسیدگی قرار نمیگیره، مورد نظارت قرار نمیگیره، اصلا خصیصه رهبر ایدئولوژیک، خصیصه رهبر عقیدتی، خصیصه ولی فقیه هم همینه، عدم پاسخگویی و اینکه مطلقاً مورد رسیدگی یا نظارت قرار نمیگیره. فقط هم مختص ایران نیست، حالا در ایران این رهبری مذهبی سیاسی در هم ادغام شده، در کشورهای دیگه اگر فقط این رهبری نظامی و سیاسی است و ایدئولوژیک دیگه یا مذهبی دیگه نیست، در اینجا حالا به جای اون ایدئولوژیکش مذهبی هست که همون ایدئولوژی هم در بحتره به شکل بدتر و در واقع مهیمتری. اینه که موضوع تو همین حد هم باقی نمونده. امروز می‌بینید در ایران دعوا بین نمایندگان امام زمانه، چون اینا میگن حکومت اسلامی، میگن جمهوری اسلامی در واقع خواسته امام نبوده، امام خود امر کردن و به خاطر شرایطی بوده ایشون مجبور بودن و حرفا رو بزنن، بنابراین به دنبال حکومت اسلامی هستن. دعوایی که بین احمدی نژاد و بین خامنه‌ای هم هست بخشش برمیگرده به جنبه همین موضوع حکومت اسلامی،
و حکومت مهدویت و دعوایی که اینها با هم دارن برای اینکه نماینده امام زمان چی هست. احمدی نژاد میگه من دولت امام زمانم، وقتی دولت امام زمانم از اون بالا میام میگه نیاز ندارم کسی که برای انتخاب کنه که به کسی پاسخگو باشه. به همین علت هست که احمدی نژاد وقتی انتخاب میشه در سال 88 جشن پیروزی خودش رو در میدان ولی عصر برگزار میکنه و نه در میدان انقلاب یا میدان آزادی که به طور سنتی در اونجا جشن‌های مربوط به نظام اونجا برگزار میشه. خب این آگاهانه انتخاب میشه. کما اینکه وقتی هم به اولی بار احمدی نژاد به سازمان ملل متحد میره در اونجا دعای امام زمان میخونه، دعای افتتاح میخونه. ببینید کشورهای مسلمانی که در اونجا هستن دعای امام زمان خوندن براشون نوعی توحیده، نه تقدیر و تکریم. میتونه از قرآن بکنه. اما با فرصتی که استفاده کرد به دست آورده استفاده میکنه برای اینکه پیام امام زمان رو در یک مجمع بین المللی اونجا بخونه، بگه و میخ امام زمان محکم کنه. خامنه ای هم از این طرف، میگم سید خراسانی است، خامنه ای هم از این طرف در واقع کسی است که اومده تا نهضت اسلامی رو به نهضت مهدویت مربوط کنه. بنابراین این رو هم بایستی توجه داشته باشیم که این دعوا به این شکله و ما میتونه در سالهای آینده مشکلاتی رو هم به وجود بیاره. بنابراین شرایط داره این نمودار اگر ملاحظه کنید به سمت بسته تر شدن داره میره. حالا در این دوره مواقعی هم بوده که گشایشی بوده، باز شده شرایط برای دوران کوتاهی، باز شده مردم نفسی کشیدن در دوران خاتمی و امثال. شما نمیتونید اینا رو نفی کنید، واقعیت ها رو آدم بخواد نفی کنه در واقع یه جای حرف خودش میلنگه. اینا هست، ولی مثل این میمونه که یک کوهنوردی میخواد بره به قله برسه، خب معلومه در یه جا ممکن استراحت کنه، یه جا وایسه، یه جا ورزش کنه، یه جا غذا بخوره، ولی این به مفهوم نیست که مسیر اصلی فراموش شده. ولی در نظام جمهوری اسلامی نظر من مسیر اینه. اما حالا چه میشه کرد؟ در مقابل این واقعیت چه میشه کرد؟ یا چه بایستی بکنیم؟ ببینید امروز گروه های سیاسی زیادی هستن در مقابل همین انتخابات. ببینید گزینه هاشون چیه؟ خب یه بخشی از ابتدا، از ابتدای نظام جمهوری اسلامی همیشه نگاهی به درون حاکمیت داشتن، به یه بخشایی از حاکمیت داشتن. میتونید اینو تو اتحاد جمهوری خواهان ببینید امروز که نگاهشون به نگاه حاکمیت بوده، یک نوعی از اصلاحات، این از اون بهتره، اون از اون بهتره. یه موقع مثلا جناح ضد امپریالیستی مطرح بوده، بعد جناح ضد لیبرالی مطرح بوده، حالا جناح در واقع اصلاحات اصلاح طلبیه و اینکه اینها بیرون. چرا؟ به خاطر اینکه به نوعی خود ما، خود اپوزیسیون راهکاری نداره، به خاطر اینکه این اپوزیسیون خودش در واقع نه استراتژی و نه تاکتیکی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی نداره. به خاطر همینه که نشسته. ببینید در این کشورهایی که شما ملاحظه کنید، بهتره بگم تو کشورهای حوزه بین النهرین و قدیم آب و هوا خشکه و اگر ملاحظه کنید صحراست، گرماست، مردم همیشه چشمشون به هواست که هی بارون میاد. به خاطر همینم خدای ما هم خدای است در آسمان، ولی همین وقتی میاد تو شبه جزیره چه به قاره هند که میاد، اونجا پربارانه، اونجا میگه مردم سرشون به هوا نیست، سرشون به زمینه که این سیلی ما نبردشون. برای همین خداشون هم زمینیه، خداشون هم زمینه، به هوا نیست، رحماست، بوداست، هر میکنه. ببینید ما وقتی که میاد سرش رو به حاکمیته، برای همین غیر از این نمیبینه، چون در توان خودش هم که نمیبینه و نه استراتژی نه تاکتیکی برای مقابله با نظام نداره. مجبور سرش بالا باشه، مجبور سرش به نظام باشه، مجبور هر تغییر تحولی در نظام هم میشه. به نوعی باز هم او داستان قدیمی رو یه جوری اون به قول معروف ساز رو دوباره کوک کنه. هر چند که میبینن هر چه جلوتر میره داره به محدودیت‌های بیشتری مواجه میشه. شما نگاه کنید خاتمی رو، یه روزی پرچمدار این اصلاحات خاتمی بود، شعارهای به نسبه مترقی داشت، واقعیت رو نمیشه نفی کرد. ببینید این خاتمی حالا چقدر این شعارها رو بهش باور داشت، چقدر میتونست اینا رو عملی کنه بماند، یا چقدر پیگیر بود، چقدر جدی بود بماند،
اما شعاراش به نسبه شعارهای مترقی جامعه مدنی نمیدونم هر نفر یک نه ایران نمیدونم برای همه اینا هایی که بود دیگه. ببینید این اصلاحات خاتمی میخواست پیگیری کنه با اون دولتی که داشت، بعد مجلس داشت، بعد مطبوعات دستش بود، هنوز این سازمان کار سپاه و خامنه‌ای و بیت رهبری برای مقابله با همچین موقعیت‌هایی به وجود نیامده بود. اونا اصلا فکرش نمی‌کردن خاتمی انتخابات رو ببره، بنابراین جا خورده بودن، هنوز تو ترس از موضوع بودن. همه اینها بود. بعد ببینید تو دوره بعد پرچم اصلاحات افتاد دست کی؟ دست مهندس موسوی. نمیدونم چقدر شما برنامه مهندس موسوی رو دنبال کرده بودید. به غایت عقب‌تر از خاتمی. حالا بمونم بلاز شخصیتی آدم ثابت قدم‌تری بسیار بسیار ثابت قدم‌تر از خاتمی است. و ولی شما نگاه کنید این شعار اصلاحات کی میخواد عملی کنه؟ مهندس موسوی. شما میدونید که ایشون در برنامه انتخاباتیش رسما اعلام کرده بود که اجازه نمیده به مشارکتی ها و مجاهدین انقلاب اسلامی در دولت شرکت کنن. چرا که اینها ساختار شکنن. یعنی مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت رو ساختار شکن میدونست. یعنی کسانی که دولت خاتمی رو تشکیل میدادن، مجلسش رو تشکیل میدادن، قدرتش رو تشکیل میدادن، ایشون ساختار شکن میدونست. ابوالفضل فاتح رئیس دستگاه تبلیغاتیش بود. من این رو انتخابش کردم صرفاً به این علت که به رهبری، به ولی فقیه ارادت داره. بنابراین برنامه او خیلی متفاوت از برنامه جناح با قول خودشون اصولگرا نبود. و برای همین هم بسیاری از نیروهای هوادار اونها پشت مهندس موسوی بودن. یه واقعیته. حالا این که چی شد اینا و داستان به کجا کشید یه بحث دیگری است. اما میخوام اینو بگم. میخوام بگم چقدر سقوطه. و اینکه این خواسته ها تا کجا پایین میان و شما نگاه کنید امروز بعد از 16 سال به نقطه میرسه اصلاحات که پرچمدارش بشه آقای حسن روحانی با اون سابقه. حسن روحانی عامل سرکوب 18 تیر نمیدونم میدونید یا با بلنگو تو خیابون بود با بلنگو خودش دستور سرکوب میداد و حل مبارز میدارد آقای حسن روحانی. همیشه هم سوابقش سوابق امنیتی بوده. یکی از سه نفریه که با مکبالین صحبت میکنه، مذاکره میکنه و همیشه هم مرکز تحقیقات استراتژیک بوده، مرکز تحقیقات بوده، شورای امنیت کشور بوده، نماینده خاتمی بوده، در دوران جنگ بوده و از کارگزاران رفسنجانی. بنابراین امروز این دست کیه؟ دست آقای روحانیه. خب شما نگاه کنید ببینید آیا این خواسته ها حتی تو حد خودش نمونده، جلو که نرفته، هیچی عقب هم رفته. فکر میکنید 4 سال بعد سکان به دست کی میخواد بیفته؟ لاریجانی؟ یعنی باز بعدن بگید آقا لاریجانی بیاد مثلا اصلاحات مورد نظر ما رو اجرا کنه. همون لاریجانی که سالها تو دولت خاتمی تو دولت شکنش نمیده. میدونید که به خاطر اون برنامه‌ای که توی تلویزیون ایشون ترتیبش رو داد در ارتباط با قطعه‌های زنجیره‌ای علی‌رغم مصادره دولت، علی‌رغم شیوه مرسوم دولت جمهوری اسلامی، ایشون اجازه شرکت در دولت رو از سال 78 از سال 77 پیدا نکرد تا 84. یعنی 7 سال دولت خاتمی آقای لاریجانی اجازه شرکت در دولت رو پیدا نکرد به خاطر اون سیاه‌کاری که کرده بود. بنابراین ببینید ما چقدر بایستیم یعنی سقوط بکنیم که امروز پرچمدار اصلاحات بشه ایشون. اما حالا بیایم ببینیم این یه بخشش رو من گفتم که این نگاه به بالا داره. شما بیایید نگاه بکنید حتی حالا از این به بعد بیایید نگاه بکنید مثلا پیام‌های چون شرایط پیام مسعود رجوی به خامنه‌ای و رفسنجانی نمیدونم چقدر دوستان رو دیدن دعوت از رفسنجانی برای شرکت در انتخابات دعوت رسمی از هم. حالا اینکه در پوشش شما اینو چیه جوری میگید اون بماند پوشش که زیاد مهم نیست شما یک کریستال وقتی بخواهید بفرستید ترس جنستون ارزشمندتر باشه تو پوشال بیشتری میبیچیدش ملاحظه میکنید
یعنی یه واقعیت این وقتی شما میاری هر چی که باشه رفسنجانی دعوت میکنه به شرکت در انتخابات آقا خون کمتر ذخیره بشه میخوایم خون کمتری ریخته بشه یا خون ذخیره بشه آقا خب اگر واقعا اینطوری بود چقدر خوب بود ولی قبلش باید بیاییم قبل از این اگر این موضع امروز باشه درست باشه منطقی باشه که منی که میخونم بپذیرمش قبل از هر چیز باید بیایید به لحاظ تاریخی باید بیایید عذرخواهی کنید ابراز شرمندگی کنید از مهندس بازرگان چون ایشون در سال 64 در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد در سال 64 و اتفاقا تنها کسی که شدیداً ایشون رو مورد تهاجم قرار داد خائن به ملت و به صراحت هم عنوان کرد که از گندم ری نخواهی خورد همین آقای مسعود رجبی بنابراین قطعاً که اگر این امکان به وجود می اومد که آقای مهندس بازرگان رئیس جمهور بشن که اصلا اجازه همچین کاری بهشون داده نمیشد قطعاً از رفسنجانی دیگه همه ما میدونیم که ایشون صالح تر بود بعداً که خون بیشتری ذخیره میشه اگر شما به این مسئله باور دارید پس چرا اون روز نکردید؟ چرا 30 سال پیش نه؟ و چرا امروز آره؟ چرا این نامه رو 30 سال پیش نمی نوشتید و امروز می نویسید؟ چرا این اندرز رو 30 سال پیش نمی دادید و امروز می دید؟ یه دلیل داره همون دلیلی که در ارتباط با اتحاد جمهوری خواهان گفتم اون ها استراتژی داره و نه تاکتیکی داره مجبور نگاه کنه تو جناح‌های رژیم مجبور نگاه کنه مجبور توجیه کنه بگه این خونه بیشتر ذخیره بکنه او که به دنبال ذخیره کردن خونه کمتر بیشتر نیستن اگه اینجوری بود که باید با مهندس بازرگان رضایت میدادیم در سال 64 نه یه دلیل دیگه هم هست بله ارتش آزادی بخش منحل شده اشرف جمع شده همه عنوان پناهجو تازه هنوز نشناختن میدونید که یه از قبالی شما اینا حتی اینا پناهنده نیستن پناهجو هم. همه‌شون مصاحبه قرار نگرفتن و همه هنوز استاتو نگرفتن نمیدونم چقدر با موضوع پناهندگی شما آشنا هستید هر کسی که به سازمان ملل متحد مراجعه میکنه و تقاضای پناهندگی و تشکیل پرونده میکنه این میشه پناهجو و بعد در موعد مقرر مورد مصاحبه قرار میگیره که این مورد میتونه 6 ماه، 1 سال، بعضی موقع 2 سال طول میکشه و بعد از اینکه مورد مصاحبه قرار گرفت پناهجو هنوز زمانی که یو ان او رو تشخیص میده به عنوان پناهنده بهش استاتوس پناهنده میده متاسفانه خب شما میبینید در روز و این میتونست این پروسه میتونست 10 سال پیش اتفاق بیفته در زمانی که امریکایی ها در عراق حضور داشتن و اتفاقا امکانات بسیار زیادی هم در اختیار قرار میدادن و همراهی میکردن و همدلی میکردن دستمان اون زمان و اون تاریخ و اون دوران از دست رفت و امروز نیروهای عراقی هستن که خب دل خوشی هم ندارن، نه همراهی میکنن، نه همدلی میکنن از اون وکارشکنی هم میکنن، فشار هم میارن، اینا واقعیته اما همه واقعیت که این نیست که تازه من در حد 2003 میگم شما قبلش هم میتونید نگاه کنید و این ریشه در 20 سال قبلش هم داره بنابراین ببینید موضوع در اینجاست که وقتی همه چیز جمع شده ببینید من یادم هست در همون اوائل بعد از اینکه عراق سقوط کرد خب حتی مجاهدین هم شعاری دادن تو همین امریکا تو همین واشنگتن شعاری دادن که رفراندوم این از شعار معلوم چیزی که قبلا خیانت میدونستن طرح این شعار خیانت میدونستن چرا این شعار داده میشد؟ زیر نشریه نوشته میشد به جای همون پیش به سوی تشکیل ارتش آزادی بخش ارتش آزادی بخش ملی ایران تنها بازوی بود
بازوی پر اقتدار خم به جریان نشون رفراندوم رفراندوم اینش شعار مردم بود. چرا؟ برای که وقتی شما اون امکان از دست دادی یه نگاه میشتنه نگاه به مردم هم نیست، یعنی شما نگاه نمی کنید که این قدرت در مردم وجود داره که بتونه تغییر تحولی به وجود بیاره. نگاه به دو جا میتونه بره، یکی به درون حاکمیت، یکی به نیروی خارجی. سوم هم که نیست، یا مردم یا نیروی دارون حاکمیت یا نیروی خارجی دیگه اجنه که نمیتونن بیان کاری بکنن. به همین دلیله که شما ملاحظه میکنید که خب این پیام ها داده میشه. عرض میکنم بازم میگم خدمتتون، نه اینکه بله میتونی همه اولش هم چهار تا فوش و اینا هم بدی آقایم همچنان من میگم فلان فلان اینا برای پوشوندن اون موضع اصلیه. من اینجا به فرصت نیست به لحاظ ایدئولوژیکی نواز کنم. وقتی در پیام به خبرگان حتما این کار خواهم کرد، من خواهم نداشت. ببینید وقتی در پیام به خبرگان در چهار سال پیش شما ابتدا استاکیم میگیم السلام علیه تبرهدا و بعد میگید با سلام به آقایان، اون سلام به لحاظ ایدئولوژیک من برای توضیح بدم یعنی چی؟ از نگاه مجاهدین. و اتفاقا این بار مثلا خواسته شده در پوشش قرار بگیره سلام دومی هست شده، پس سلام برابر تبرهدا تو پیام دفعه هست ولی با سلام به آقایانش رو حذف کردن. ببینید مسئله در اینجاست که به لحاظ ایدئولوژیک من اینو توضیح میگم، از نگاه مجاهدین و از نگاه مسعود رجبی و از نگاه تبیین جهان توضیح میگم که یعنی چی؟ تو هر چی بخوام بپوشوننش. این نگاهیست که نگاه با قدرته. متاسفانه. و وقتی که شما نمیتونید اون رو از راه دیگه ببینید، مجبورید برید توی این سمت. مجبورید. شما ملاحظه کنید یه بخش دیگه اپوزیسیون رو میگم، شورای ملی رضا پهلوی ملاحظه کردید اونها نامه دادن در واقع مطرح کردن که از خامنه ای خواستن که سلامت انتخابات رو تضمین کنه. نم دیدید یعنی رأی مردم رو حفظ کنه. خب آخه شما که با اصلش مخالفی به فرعش چی کار دارید؟ آقا هشت تا اینا اصلا هر کدوم شما رو میخواد انتخاب بشن یا نشن. این نشون میده بخشای مختلف رو من دارم عرض میکنم. بعد انتظار دارید مردم داخل کشور چیکار کنن؟ ببینید حالا منم که میام میگم تحریم، خود من که میام میگم تحریم، ببین من هیچ موقع کسی رو دعوت به انجام کار نمیکنم، موضع خودم رو میگم. من در سال 88 هم موقعی که اون موقع من در اوج بحبوه تظاهراتی در داخل کشور بود و اینها، من تلویزیون آساسات سای جمعه عصر یه دو ساعت برنامه مردم هم زنگ میزدن، همه فکر میکردن که حالا من باید به اینا راز جانش میدن. خب من در صورت تفاوتی که با یه آدمی مثل سازگارا و امثال رو داره اینکه آدم مسئولیت قائله برای هم حرفی که میزنه و هم آدم وجدان داره. منی که در خارج از کشور در محیط امن نشستم نمیتونم برای مردمی که در داخل کشورن نسخه بپیچم و بگم از جیمتون بگذرید در جایی که خودم بهانه میدم. من قطعا اگر در ایران بودم، قطعا اگر خودم جلو میافتادم، از همه میخواستم به هم بپیوندن چون خودم داشتم بها میبردم. ولی در جایی که خودم بهانه میپردازم از مردم چی میخوام؟ برای چی بخوام که بها بپردازم؟ اما نظرم رو میگم که اون جور روزها هم تو همون گرمانگرم موضوعات هم مطرح میکردم، بارها و بارها گفتم خب من نمیدونم، من نمیخوام به کسی خط مش تعیین کنم یا بگم چه بکنید، اما یه چیزی رو میگم عنوان تجربه میگم، اگر خیابون رو از دست بدید جاتون تو زندانه، هم موسوی جاش تو زندانه هم کردوی. حتی این رو هم مطرح میکردم، بارها نواراش هست فیلماش هم هست، چون نظام جمهوری اسلامی میشناختم، خامنه‌ای رو میشناختم، همین نه بیشتر. که آقا بیایی تو خیابون اون وظیفه من نیست دیگه. ولی من میگم اگه خیابون از دست بدید. امروز هم میگم من مدافع تحریم انتخاباتم یا نظرم تحریم بر انتخاباته، اما منی که بخوام بگم آقا مردم بیایی تحریم کنید، نرید تو این انتخابات شرکت کنید، گزینه خودم چیه؟ من چی به این مردم میگم؟
من به جای اینکه نرید رأی ندید چی بهشون میدم؟ باشه مردم نرن، آلترناتیو من چیه؟ آیا آلترناتیوی دارم ارائه بدم؟ مردم برای چی به من دل خوش کنن؟ برای چی باید حرف من رو گوش کنن؟ مشکل اینجاست. ببینید مشکل ما اینه که در 32 سال گذشته ما آلترناتیوی نداریم برای این شرایط. نه بله مردم ایران خیلی واضحه، نظام جمهوری اسلامی نمیخواد، این از روز هم روشن‌تر. خودشون هم میدونن، خود رژیم هم میدونه، خودشون هم اینو نفی نمیکنن. برای همین هر سال جشن میگیرن که ما ثبوت نکردیم. ولی که ببینید مشکل تو اینجاست که آلترناتیو نداره. مادامی که نظام جمهوری اسلامی آلترناتیو نداشته باشه باقی میمونه، با همه مشکلاتی که داره باقی میمونه، با همه مشکلاتی که داره باقی میمونه. 32 سال گذشته هم بوده، مرگ خمینی رو هم دیدیم، پایان جنگ رو هم دیدیم، همه این مسائل رو هم از سر گذروندن. جراحی نمیدونم بخشی از نظام مثل آیت‌الله منتظری، بعد اصلاح طلبا، بعد 88، همه اینها رو هممون دیدیم. ولی نظام جمهوری اسلامی همچنان هست. این به خاطر قدرت نظام جمهوری اسلامی است. این به خاطر اینه که آلترناتیوی در مقابلش وجود نداره. آلترناتیوی که در ذهن و ضمیر مردم باشه. مردم حالا اگه به زبون نمیارن، لاغر در دلشون نمون امیدوار باشن. چنین چیزی وجود نداره. و چون وجود نداره، نظام جمهوری اسلامی میمونه. حتی نخواهی این به وجود بیاد و تا این وجود نیاد، ببینید کشورهای غربی هم در واقع اونا که نمیان روی سراب سرمایه گذاری کنند. چرا بکنن اصلا؟ بنابراین اشکال اساسی تو خود ماست. اشکال اولیه تو خود ماست که ما در مقابل این نظام ما گزینه نداریم. نمیتونیم به مردم چیزی ارائه بدیم. به جای اینکه به بیرون از خودمون بپردازیم، به جای اینکه این رو به شرق و غرب و امپریالیسم و نمیدونم توطئه های امپریالیسم و نمیدونم فلان نسبت بدیم، باید ببینیم خود ما چی کردیم. باید ببینیم خود ما چه گزینه‌ای داریم. ببینیم آخه چرا بایستی روی ما سرمایه بذاریم؟ من میبینم توی استکهلم لااقل 6 تا جریان میرن وزارت خارجه میگن ما نماینده کردستانیم. اینها درست ممکنه چیزی به تو نگن، شیوهشون هم اینه نمیگن، اما وقتی از اتاق اومدی بیرون یارو یک برخورد مثبتی با ما نمی کنه. یکی آخر 6 تا آدم یه جایی رو میگن ما نماینده فلان جایی، نه بیاین جریانات و گروه های دیگه سیاسی رو ببینید، همه هم میگه در آلترناتیو منم. بعد خب مگه اینا خودشون تو ایران نیستن؟ اینا سفارتخونه دارن، دفتر دارن، آمار دارن، کتاب دارن، میدونن. خب بنابراین چرا باید قبول میکنن؟ اینا تو مهمونی ها میرن، خود همین سفارتی ها تو مهمونی ها میرن، همین سفارت همه کشور ها. مهمونی های تو ایران میرن، تو اجتماع هستن، میرن، میشینن، صحبت میکنن. خب ما یک همچین مشکل چیزی رو نداریم، در اپوزیسیونمون نداریم. حالا این که من فردی یا یه جریانی این ور اینو گفته، یه جریانی اون طرف اینو گفته، منظور نظرم نیست. این مجموعه هایی که وجود داره، مجموعه ها رو میگم. کدومشون نگاهشون به درون نظام نیست؟ خب وقتی که شما نگاهتون به درون نظامه، چرا مردم نباید باشه؟ چرا فکر میکنی مردم نباید نگاه کنن به درون نظام؟ چرا نباید نگاه کنی یه دستی یه موقع از یه جایی در بیاد بلکه تحولی بشه، یا یه دستی از یه جایی در بیاد بلکه تغییری تو کشور بشه؟ اونا هم دنبال همین میرن. حالا مردم که بدبخت هم دنبال تازه چی؟ زندگی روزمره شون هم هستن. بنابراین من فکر میکنم نیاز اساسی ما برای تغییر در خودمون، قبل از هر چیز این تغییر باید در ما صورت بگیره.
نه در نظام جمهوری اسلامی. مشکل تو ماست. نظام جمهوری اسلامی از این ضعف استفاده میبره، از این فرصت استفاده میبره و همچنان در قدرت میبره. همین انتخابات بهترین در واقع شاخصه برای این مسئله که عرض کردم. یک دونه خب میتونم کجدار و مریض میشه برای نفع صحبتهای من میشه نمیدونم فلان حرف نمیدونم فلانی رو بود از مجاهدینش بگیم یا با فلان جا اینجوری گفتیم فلانی نوشته بود تحریم آبا مجاهدین خواستار تحریم انتخابات نشدن این بار نشدن دلیل داره دلیل داشت که نشدن اینه که متاسفانه این وضعیت جنبش ما، وضعیت اپوزیسیون در دوال همین انتخاباتی که این همه هم فضاحت درش هست. که حتی خود ای که نظام هم بهش اذعان داره. خامنه ای هم میگه بگه هر کدومشون بشن برای من فرق نمی کنیم. واقعا هم خیلی فرق نمی کنیم. واقعا هم خیلی فرق نمی کنیم. اینه که امیدوارم به سمتی بریم که لااقل حداقل عقلانیت بر ما حاکم بشه و دنیا رو اونجوری ببینیم که هست نه اونجوری که دلمون میخواد ببینیم بشه واقعیت های جامعه ایران هم همونطوری ببینیم و یعنی 4 سال دیگه برای انتخابات بعدی دور بعدی بنده اینجا خواهم بود شما اونجا خواهم نظام ها میتونن ببینن من یه روزی تو پارلمان رو بکنی رو بگم صحبت رو تموم کنم در سال 1997 تو پارلمان اروپا من اونجا کار میکردم یعنی لابی میکردم یادش بخیر استنلی نیونز نماینده جناح چپ حزب کارگر انگلیس با من خیلی میدونه خوبی داشت خیلی خیلی موقع با شوخی میکردم امروز در میان ما نیست حالا خب یادش همیشه با منه منش خیلی چیزا یاد گرفتم از استنلی نیونز همین صحبت های کوتاهی که میکردیم یه موقعی به من میگفتش که ببین ایرج من یه کسی رو میگفت یکی از دوستان رو میگفت فلان روز به او اینو گفتم گفتم ساعت 11:45 است زور نزن بگی 12:45 ساعت 11:45 است وقت موضوعی که به خود من مطرح میکرد بود ببین من این مو رو بی خودی سفید نکردم من خیلی انقلابات دیدم خیلی از جنبش ها دیدم هر کدوم هم به پیروزی رسیدم اول همه من یادش رو رفتم این رو نیوینز بود خیلی دلخور بود از بنی صدر و اینا بعد میگفتش که اگر یک حکومتی حمایت مردم هم نداشته باشه مثل رژیم اما نیروی سرکوبگر منسجم داشته باشه و اراده سرکوب داشته باشه این میمونه که من قول میدم میمونه این صحبت رو استنلی نیونز 1997 به من کرد تا الان 16 سال میگذره ببینید نظام جمهوری اسلامی اراده سرکوب داره نیروی سرکوبگر هم داره برای مقابله با او به این شکلی که ما عمل میکنیم موفق نخواهیم بود اینه که بله منم میفهمم بحرانهای اقتصادی رو میفهمم بحرانهای اجتماعی رو میفهمم تردیدی هم ندارم نظام جمهوری اسلامی رفتنی است تردید ندارم می‌دونید چرا ندارم؟ برای اینکه اینا بالقوه پتانسیل سرنگونی رو دارن اینکه حالا چجوری ماده بشه اونش میده اونو من نمیدونم، نمیتونم حس بزنم شکلشو نمیتونم بگم اما رو حتمیتش تردید ندارم اما حکومت‌ها با توجه به قدرت سرکوبی که دارن
هنوز میتونن بمونن. نباید بی خودی دل خوش کرد. با واقعیت بایستی به طور عینی برخورد کرد تا بتونی حلش کنید. اینه که من تصورم اینه که اشکال اصلی تو اپوزیسیون ایرانه و نه مردم ایران، نه نظام جمهوری اسلامی. امیدوارم راه حلی برای این پیدا بشه. خیلی ممنون از اینکه برای زمین و برای محبوبی در خدمت هم اگر سوالی باشه در هر زمینه‌ای